سرخط. حمله گروهی بر یک مرکز نظامی. در این حمله با کیها آسیب رسیده است؟ ما چه بدی به طالبان رساندیم؟ ما متعلم هستم، ما درس میخوانم. 23 نفر کار میکنیم، سر ما چپ چپه شد. اما درگیری هنوز ادامه دارد. سلام بر شما، با مهمترین ها در نیمه روز از یک خوش آمدید. حمله نیرومند امروز در برابر ساختمان رجال برجسته در ساحه پل محمود خان صورت گرفته است. همزمان با انفجار مهاجمان انتحاری نیز وارد ساختمان این مرکز نظامی شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حمله به حد نیرومند بوده که خسارات زیاد حتی در فاصله های دور از ساحه انفجار وارد کرده است. گفته می شود مواد انفجاری در یک تانکر فاضلاب جاسازی شده بود. برخی منابع به تلویزیون یک می گویند اطلاعات در این مورد از قبل وجود داشت. ریاست رجال برجسته مسئولیت تامین امنیت مقام های ارشد دولتی را دارد و این نخستین حمله است که به این مرکز صورت می گیرد. گفته می شود تا اکنون چندین بار طرح حمله بر این مرکز از سوی نیروهای امنیتی خونسا شده است. وزارت داخله می گوید که یک مهاجم از پار در آمده و احتمالاً دو مهاجم دیگر در ساحه وجود داشته باشد. داری صورت گرفته بود در حال تصدیه هست. یک تن از تروریست ها هم توسط قطعات خاص پلیس از بین برده شده، مرکز انتحاری خونسار شده که در مساحه بوده و همچنان عملیات نگاهی ویژه ما ادامه داره تا ساحه مکمل تصدیه شود. احتمال از این میره که یک یا دو نفر تروریست باقی مانده باشه. تمام تلاش ها میست که افراد به هر چیزوتر از بین برده شود و با تاسف شماره زیادی از هموطنان ما هم زخمی شدن و هم مشورات رسیدن بعد انفجار و اونا زخمی ها همه گی به شفقان انتقال داده شده. همکارم سجاد محمدی باز هم از محل رویداد با ما روی خط تلفن است. سجاد، آخرین جزئیات چی است از خودت؟ آخرین جزئیات نصرت است که هنوز هم تیم محل بررسی و قد داخل در حال تصفیه کاری هستن. اینجا یک مقام امنیتی آمد صحبت کرد که گفتن احتمالاً شمار مهاجمین 3 یا 4 نفر بوده که داخل بودن و اونا از پا در آمد، اما هنوز هم یک محل مشکوکی که در داخل وجود داره اونا زیر تصفیه و زیر بررسی قرار داره. هنوز هم اینجا به خبرنگارا به داخل اجازه داده نشده. فرمانده پلیس کابل ممکن دقایق بعد بیاید جزئیات با رسانه ها شریک بسازه، اما ما بیشتر با سخنگوی وزارت ساتامه صحبت کردم. آمار تلفات بیشتر از 210 نفر، آمار با عرض مذرت آمار زخمی ها 210 نفر گفتن. هنوز هم شمار تلفات که چند نفر کشته شده مشخص نیست. امبولانس ها هنوز هم در حال رفت آمد هستند در اینجا و تا دقایق دیگر فرمانده پلیس کابل بعد از تصفیه محل این جمعیان و جزئیات با رسانه ها شریک خواهد شد. سجاد، چند نفر از این حمله کننده ها داخل شدند به این ساختمان؟ وزارت داخله میگه که به احتمال زیاد 3 نفر بودند و یکیشان هم از پا در آمدند. و ما همینجا یکی از مقام های امنیتی پیشتر گفت که شاید 3 یا 4 نفر بودند شمار مهاجمین که تانست خودشان را به داخل برسانند. در جزا که یک نفر دادان دروازه خود انفجار داده بودند با یک موتری که داشته. سجاد، چرا این درگیری اینقدر طولانی شده؟ تقریبا حدود 3 ساعت گذشت از این حمله. آنچه مشخص است این است که تا درگیری در حدود کمتر از 1 ساعت است که دیگر صدای درگیری اینجا شنیده نشده. نیروهای امنیتی به داخل هستند، در حال تصفیه هستند. اینا نگرانی دارند که ممکن مهاجم زنده باشد، از جای پنهان باشد، بخاطر اونها در حال تصفیه هستند. ممکن که یک از مقام ها گفتند که ممکن که مهاجمین از پا در آمده باشه، اما نگرانی اینا هست که ممکن
یک یا دو مهاجم زنده باشند و خودشان را کلم جای پنهان کرده باشند. از خاطر اینا در حال تصفیه هستند به داخل ساختمان قطعه محافظت رجال برجسته. سپاسگزار از خودت. سجاد محمدی همکارم بود که از محل رویداد تازه ترین جزئیات را با ما شریک ساخت. در این حال دست کم بیش از 200 تن در این حمله زخمی شدند. وزارت صحت عامه میگوید همه زخمی های این رویداد به بیمارستان های شهر انتقال یافته و احتمال این که این آمار افزایش یابد نیز وجود دارد. امبولانس ها هم اینکنون هم در حال انتقال زخمی ها به بیمارستان ها هستند و گفته سخنگوی وزارت صحت عامه در میان زخمی ها نظامیان نیز شاملند. ما در کارخانه کار میکردیم. کارخانه چی؟ کارخانه بوده. 23 نفر کار میکردیم. یه نفر سرمو چپه شد. میخیده که بیویدو برامده نتارستیم. زده خورد بود. بسیار نفر مفت. ما چی بدی به طالبان رساندیم؟ ما متعلم هستم. ما درس میخوانم. انده کشور خودم جور میکنم. ما چی دشمنی که طالب داریم؟ طالبان کجا ما کجا؟ در مجموع بر ما 19 نفر مجروح مراجعه نموده که وضع یکیش کمتر وخیم است و بسیاریشان جروحات سطحی داشته، تمامشان به شکل سرپا بستر شده تداوی شده، 10 نفرشان استدباب بستر داشت بستر شده. خدمات ما به اسرع وقت برش انجام شده. تیم دکترای ما در عین وقت موجود. همچنان همکارم زکریای حسنی که سر زده بود به شفاخانه های کابل و زخمی ها و تلفات این رویداد دیدن کرده با ما در استودیو است. زکریا، چشم دید خودت چی بود در شفاخانه ها؟ چه تعداد زخمی به شفاخانه های کابل دقیقا انتقال داده شده و وضعیتشون چگونه بود؟ تشکر. تا دقایق پیش که از یک دو سه شفاخانه من دیدن کردم، در هر شفاخانه تعداد خاصی از زخمی ها و مجروحان ای رویداد انتقال داده بودند. در شفاخانه نخست از شفاخانه امرجنسی کابل دیدن کردم که در حدود 21 تن از زخمی ها و مجروحان ای رویداد در اونجا انتقال داده بودند که بیشتر این مجروحان شاگردان مکتب، کارگران ساده و زن و کودک بودند. در مقابل به شفاخانه وزیر اکبر خان رفتم و در اونجا هم به همین گونه در حدود 19 تن از زخمی های این رویداد انتقال داده بودند و آن چیزی که بیشتر در اینجا به چشم دیده می شد این بود که زخمی ها برخی هاشان وضعیت صحیشان خوب بودند، اما برخی دیگر شدیداً زخمی بودند، تا جایی که مسئولان شفاخانه امرجنسی به خیابان برآمده بودند، به جاده برآمده بودند و از بستگان این زخمی ها و از مردم محل می خواستند در صورتی که نیاز به خون دارند بیاین به داخل شفاخانه و خون اهدا بکنند. زکریا، در میان زخمی ها از نظامیان هم کسایی بودند، از اطفال، زنان، چگونه بیشتر از کدام قشر جامعه دقیقاً زخمیان و زخمی های رویداد بود؟ بیشترین زخمی هایی که به دو سه شفاخانه ملکی شهر کابل انتقال داده شده بودند افراد ملکی بودند. شاگرد مکتب بود، زن بود، کودک بود و کارگرهای ساده هم بودند و در این میان 19 تن از زخمی هایی که به شفاخانه وزیر اکبر خان انتقال داده بودند و 21 تن دیگر که به شفاخانه امرجنسی انتقال داده بودند فرد نظامی به چشم دیده نمیشد. در آخر میخوایم ازت بپرسم که پیام اینا چی بود؟ دقیقاً چی میخواستند و چی را مطرح کردند؟ بیشترین پیامشان زندگی صلح‌آمیز و امنیت بوده و از حکومت میخواستن تا امنیتشان را تامین بکنن. اما یکی از دانش آموزان مکتب که من هم با او گفتگو کردم از من خواست تا در حقیقت این خواست و یا این سوالش را به طالبان مطرح بکنه که او شاگردی هست و دانش آموزی است که برای آبادانی این وطن زحمت میکشه و درس میخونه و از همین رو تلاش کرده و در همین وطن مانده. خواستن که به طالبان بگویم که چرا در صورتی که این آدم برای وطن و برای آبادی وطن خود خدمت میکنه و هیچ گونه اهداف سیاسی و یا مخالفت سیاسی با طالبان ندارد، چرا هدف قرار میگیره و چرا مورد حمله نظامی طالبان قرار میگیره؟ سپاسگزار از خودت. همچنان آل پیام زخمی های این رویداد را میبینیم. در کارخانه کار میکردیم. کارخانه چی؟ بوده. 23 نفر کار میکردیم. یه نفر سرمو چپه شد. میخیده که بیویدو برامده نتارستیم. زده خورد بود. بسیار نفر مفت. ما چی بدی به طالبان رساندیم؟ ما متعلم هستم. ما درس میخوانم. انده کشور خودم جور میکنم. ما چی دشمنی که طالب داریم؟ طالبان کجا ما کجا؟ در مجموع بر ما 19 نفر مجروح مراجعه نموده که وضع یکیش کمتر وخیم است
و بسیاریشان جراحات سطحی داشته، تمامشان به شکل سرپا بستر شده، تداوی شده. 10 نفرشان که استدباب بستر داشت بستر شده. خدمات ما به اسرع وقت برش انجام شده. تیم دکترای ما در عین وقت موجود. و حال هم واکنش ها در مورد امین خبر. ریاست جمهوری در خبرنامه حمله را به شدت نکوهش کرده و در خبرنامه گفته که این حمله نشان دهنده شکست عراس افغانان در رویاروی با نیروهای امنیتی است. خبرنامه می افزاید که رئیس جمهور به نهادهای بهداشتی هدایت داده است که هر چه زودتر به زخمی های این رویداد رسیدگی شود. در این حال وزارت داخله نیز این حمله را بزدلانه دانسته و تاکید دارد که بیشتر قربانیان این حمله غیر نظامی هستند. و حال هم همکار عماد روستایی از نزدیک محل رویداد با ما روی خط تلفن است. ما تازه ترین جزئیات را می خواهیم از خودت بشنوم. دقیقاً رویداد امروز و پس از انفجار درگیری که تقریباً 2 ساعت ادامه داشت لحظات پیش پایان یافت و در اینجا بیشتر نظامیان افغان در 4 گوشه این محل رویداد هنوز هم تشکیلشان ادامه داره و تا هنوز مسئولان مقامات امنیتی و خبرنگاران در مورد جزئیات این رویداد چیزی نمیگن و قرار است تا لحظات دیگر در مورد این رویداد و آنچه که بیشتر تلفاتی که برای مردم و برای نظامیان افغان وارد شده صحبت‌هایی داشته باشند. دقیقاً همکاران هم که صحبت کردن انفجار در محل صورت گرفته که به شمول بسیاری از شهروندان محلی که در اینجا بودن برای نظامیان هم قطعه محافظت رجال برجسته هم برای نظامیان هم تلفات وارد شده. اما دقیق چه تعداد است؟ عماد خودت در آغازین لحظات حمله در محل رویداد در اون صاحب پل خشتی بودی، وضعیت اونجا چگونه بود با وجود که اونجا خیلی جمع و جوش هم است و مردم هم خیلی زیاد است؟ آنچه که ما در اینجا بودیم و با مردم هم صحبت کردیم، در اینجا فردای محترم هم بودن و بیشتر مسافرینی که میخواستن به اطراف کابل و یا بیرون از کابل برن به طرف سروبی و جلال آباد، در اینجا رویدادی که رخ داده بیشتر برای مردم بوده و پس از انفجار دومی هم صورت گرفته و مهاجما خود داخل همین نهاد امنیتی ساختن و تقریبا 3 ساعتی رویداد دوام کرد که تا بالاخره مهاجما استفاده را آورده شوند و هنوز هم تصفیه جریان داره و در اطراف همین محل تلاشی ها و نظامی های افغان جستجو دارند. شورای امنیت ملی پس از آغاز حمله های بهاری طالبان اعلام کرده است که برنامه 5 ساله جنگ برای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را تصویب کرده است. منابع امنیتی گفتند که جزئیات این برنامه در جریان نشست که ناتو که قرار است در 8 و 9 جولای و وارسا برگزار شود مشخص می گردد. از تصویب برنامه 5 ساله دفاعی و امنیتی توسط شورای امنیت ملی در حال سخن گفته می شود که طالبان حمله های بهاری خود را آغاز کرده و درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در بخش‌های از کشور جریان دارد. دولت روسیه روابط دیپلماتیک خود را با طالبان افزایش داده است. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو به خاطر تبادل اطلاعات با طالبان روابطش را با این گروه افزایش داده است. به گفته نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، هدف مسکو و طالبان برای از بین بردن گروه داعش در افغانستان همخوانی دارد. وی گفته که در حال حاضر گروه تروریستی داعش در بخش‌های از افغانستان فعالند و در تلاش دامنه گسترش ساحه نفوذشان در این کشور هستند. از سوی هم بعض مقام های نظامی روسیه گفتند که مسکو از افزایش فعالیت های گروه تروریستی داعش در افغانستان نگران است.
فرمانده پلیس ولایت کاپیسا همراه با 5 تن از همکارانش به اتهام جعل اسناد و اختلاس از سوی ریاست مبارزه با جرایم وزارت امور داخله بازداشت شد. مدرکهایی که به تلویزیون یک رسیده نشان می‌دهد که عبدالکریم فایق و همکارانش به اختلاس 250 هزار لیتر تیل فرماندهی پلیس ولایت کاپیسا متهمند. مدرکهایی که به تلویزیون یک رسیدند، عبدالکریم فایق فرمانده پلیس ولایت کاپیسا به اتهام جعل اسناد و اختلاس 250 هزار لیتر تیل فرماندهی پلیس این ولایت به روز دوشنبه از سوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله بازداشت شده است. آقای فایق در این کار همکاران هم داشته است. سمونیار محمد اکبر مدیر استخبارات فرماندهی پلیس کاپیسا، سمونیار بشیر احمد مدیر لوجستیک، سمونیار نفیس الله عامر تکنیک، دوم ساتنمن محمد رافع معتمد روغنیات و عبدالفهیم نماینده قراردادی تل هم در این پیوند بازداشت شدند. بر بنیاد این مدارک اینان سندهای لوجستیکی را جعل کرده و تلهای فرماندهی پلیس را به فروش می رساندند. اما فرمانده پلیس کاپیسا در تماس تلفنی به تلویزیون یک با رد بازداشتش از سوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین این کار را توطئه علیه خودش می داند. برادر حقیقت ندارد، تبلیغ دشمنان است. ما خود بر مافیا، بر مجرمین، بر صد نفر مخالفین دولت و مخالفین قانون سر و کار داریم. ما خود این عملا امرای تنفت می زنیم و عملا سرسیم نیست 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 نیست. در این حال یک منبع از وزارت داخله که میخواهد نامش گرفته نشود به تلویزیون یک میگوید که مسئله اختلاس تل در ولایت کاپیسا زیر بررسی قرار دارد و در این مورد فرمانده پلیس این ولایت در حال بازجویی قرار دارد. و در بیرون از افغانستان آمریکا مشاوران نظامی بیشتر به عراق میفرستد. وزیر دفاع آمریکا که به عراق رفته در دیدار با نخست وزیر و همتای عراقی خود بر پشتیبانی بیشتر از دولت و نیروهای نظامی عراق تعهد کرده است و تاکید کرده که 200 مشاور نظامی دیگر در هفته های آینده به عراق خواهند رسید. آمار جان باختگان زمین لرزه اکوادور به 420 تن رسید. با این حال گروه های نجات هنوز در جستجوی افرادی که احتمالاً در زیر آوار زنده مانده باشند هستند. تیم های از سوئیس، اسپانیا و چند کشور دیگر از آمریکای لاتین برای کمک به این عملیات وارد اکوادور شدند. این قوی ترین زمین لرزه اکوادور در چند دهه اخیر گفته شده که بر اثر آن بیش از 2000 نفر زخمی شدند. همچنان تازه ترین تحولات در مورد حمله امروز کابل را از یک بیننده خواهید بود. خدا نگهدار.